به نظر میاد سازمان سینمایی هم به ویژه در مقاطعی که جابجایی مدیریتی داره چندان بهشون سخت نمیگیره. از اون بدتر فیلم‌های مستندی هستن که کاملا زیرزمینی و اصلا از اول بدون قصد پروانه نمایش ساخته میشن. این فیلم‌ها با محتوای سیاه نمایانه و عمدتاً ضد ارزشی سر از جشنواره‌های غربی در میارن. اونور هم از خدا خواسته چند تا جایزه برای مطرح شدن این افراد میدن و بعد چند وقت هم مهمون بی بی سی. فیلم های موسوم به زیرزمینی، فیلم هایی که از زیر زمین و در سکوت ساخته می شوند و پس از چندی به آسمان جشنواره های خارجی می رسند. یکی که این گروهی که میخوام بهتون معرفی کنم هم پاستر هم ویزا داره هم مجوز داره، اصلا فریست سال پیش خودم با اینا رفتم. فیلم هایی که از وزارت ارشاد مجوز نمی گیرند و به تبع آن راهی هم برای اکران آنها برای مخاطب داخلی وجود ندارد، اما به شکل غیر مجاز و قاچاق به دست مخاطبان می رسند. ما اصطلاحا هر فیلمی که خارج از فرآیند قانونی تولید بشه، ساخته بشه، اینو فیلم زیرزمینی میدونیم. کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد از اولین فیلم های زیرزمینی است که پرونده این نوع فیلم ها رو با استفاده از عوامل شناخته شده سینما باز میکنه. هنرمندان ما، بازیگران ما هر زمانی قرار در یه فیلمی نقش ایفا کنن، حتما دقت کنن به اینکه آیا اون فیلم مجوز رو داره یا نه. این ملاحظه داشته باشن که بعد بر خودشون مشکل به وجود نیاد. اما موج فیلم‌های غیرقانونی بدینجا ختم نمی‌شود. تهران من حراج عنوان دیگری از فیلم‌های زیرزمینی است که با حمایت کمپانی استرالیایی ساخته میشه و از دست کمپانی خارجی و بی هیچ نظارت به قلب جشنواره‌های خارجی میرسه. تولید کننده فیلم شما تهران من حراج شرکت سایان فیلمز، شرکتی است استرالیایی. خب سینماگرای استرالیا از همون بعد و امر شروع کردن به اطلاع رسانی که انجام شد. من نمیدونم تو چته. فیلم هایی که در خارج کشور عرضه میشه، ساختش هم در داخل ایران بوده، قطعا اون جرمه، تخلفه، تولید فیلمی که اون فرآیند قانونی درش رعایت نشده. اما وسعت این موزل با تجربه اخیر فیلم تاکسی کامل میشود. فیلمی که با تصویربرداری با تلفن همراه پس از ساخت به تصویر اصلی جشنواره برلین مبدل می شود. معمولا فیلم سازانی که مجوز ندارن به نوعی فیلم برداری می کنن و نوعی فیلم رو می سازن که کسی اطلاعات کامل نداشته باشه یا اشراف کامل بر ساخت اون فیلم پیدا نکنه. با این اوصاف باید دید مدیریت فرهنگی و سینمایی کشور که متولی اصلی تولید فیلم در سینما ایرانه چه برنامه‌ای برای رسیدن به قانونی صریح و روشن در مواجهه با فیلم‌های زیرزمینی در سینمای ایران داره. تو حیات یکم میره ولی مهم نیست. فقط رفت آمدتون جلو همسایه‌ها باید یکم کنترل شده باشه.